دقیقا این نکته که پیامبر اکرم هشدار دادن، توزیع تعلیم تربیت و آموزش پرورش فرمودن ویل لاطفال آخر الزمان، نگران کودکان آخر الزمانم در امت خودم. از دست کی؟ من آبائهم، از دست پدراشون، از دست پدر مادراشون. یه خیانتی است که پدر مادراشون به اینا میکنن. فقیل یا رسول الله من آبائهم المشرکین، پرسیدن منظورتون پدر مادرای مشرک و بیدین و لامذهبن، بچه‌هاشون رو اذیت میکنن؟ فرمودن نه، من آبائهم المؤمنین، نه از دست خانواده های مذهبی ناراحته، پدر مادرای مذهبی، خانواده هایی که به اصطلاح متدینن، نگران بچه های خانواده های مذهبی هم در آخر الزمان. گفت چطور؟ فرمودن اولا بچه ها رو به لحاظ امکانات مادی سیر میکنن، همه چی برشون میروزن، ولی نگران دین بچه هاشون نیستن. تازه وقتی هم یه چیزی به اینا آموزش داده میشه، خود بچه میخواد عمل بکنه، ننه بابا میگن نمیخواد بکنه، پدر مادر میگن نمیخواد، مثلا اون میخواد روزه بگیره، نماز بخونه، بره مثلا اردوی جهادی، بره به یک جایی، میگن نه نمیخواد بری. تمام آرزوشون در مورد بچه هاشون، وقتی میپرسی آرزو چیه در مورد بچه هات، میگه از خدا میخوام مثلا مهندس بشه، دکتر بشه، خونه داشته بشه، ازدواج کنه، مشهور بشه، پولدار بشه، بره خارج فلان، نه زمین داشته باشه، امکانات. تمام آرزو مغز پدر و مادر این خانواده های به اصطلاح مذهبی توی همین حد، شعورشون در این حد. پیامبر فرمودن که فانا منهم بری و هم منی برها، من اعلام میکنم من از اون پدر و مادر متنفرم و اونا هم از من متنفرم، من از اونا بیزارم، اونا هم از من بیزارن. خانواده های مذهبی آخر الزمان که بچه هاشون رو یه آدم های اینجوری، یعنی مفخور، خوشگذرون و با اهداف فقط مادی تربیت میکنن.